درود بر شما. 13 شهریور ماه 1394 خورشیدی و 4 سپتامبر 2015 میلادی. امشب میپردازیم به سکه ها و دکل ها با پرده آخر. خب بارها خوندیم و شنیدیم که پرونده مرتضوی پرونده نظامه، چه در ماجرای بستن مطبوعات دهه 70 و زندانی کردن روزنامه نگارا، چه پرونده قتل زهرا کاظمی، چه در جنایات سال 88 و ماجرای کهریزک و چه در فساد و دزدی‌های کلان از سازمان تأمین اجتماعی. جمعه پیش چند نکته در پیوند با پرونده مرتضوی و بابک زنجانی ناگفتمون، بذارین اونا رو اول بریم جلو بعد به سکه های طلا و ماجرای دکل ها میپردازیم. ببینین سازمان تأمین اجتماعی حدود 240 مؤسسه اقتصادی داره. 138 تاش طبق تفاهمنامه این سازمان که مرتضوی رئیسش بود، مدیر عاملش بود، با بابک زنجانی واگذار شده به بابک خان، یعنی بیش از نیمی از بنگاه‌های اقتصادی این سازمان. کدوم‌ها هستن این شرکت‌ها؟ حالا چند تاش: هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی قدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، چند شرکت بیمه‌ای: ملت، میهن، دانا، پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های مختلف از جمله پاسارگاد و تات و پارسیان و دیو، صنایع مثل شهید باهنر و یه سری دیگه. چه تاریخی؟ 27/9/91 این تفاهمنامه امضا میشه. فقط دو روز بعدش هیئت مدیره 60 یعنی شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی تصویبش میکنه. تو دو روز هیئت مدیرم طبیعیه که همدست مرتضوی است و ازش کلی هدیه و رشوه و اینا گرفته. حالا میگم این تو گزارش مجلس هم هست. خب از اون بر پولی نمیاد از طرف بابک زنجانی، چون میگن به دلیل تحریم ها جلو انتقالش گرفته شده. مثل اون 2.5 میلیارد یورو پول فروش نفتی که بابک زنجانی فروخت و میگه تحریما نمیذاره من پولو بهتون بدم، البته با مجوز 4 تا وزیر که میدونید بارها صحبت کردیم و با مجوز احمدی نژاد رئیس دولت. پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگه بابک زنجانی یک تفاهمنامه 4 میلیارد یورویی با تامین اجتماعی داشته که تعدادی از شرکت‌های تامین اجتماعی را خریداری کند. بر اساس گواهی‌هایی که صادر شده بود در یکی از بانک‌ها در خارج از کشور حسابی افتتاح می‌شود و آن بانک اعلام می‌کند آن وجه واریز شده و در این حساب موجود است، یعنی گواهی رسمی از بانک در این رابطه صادر می‌شود. خب اون بانک کدومه؟ FIB، First Islamic Investment Bank، اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی در مالزی. مال کیه؟ مال خود بابک زنجانی. پولو میگیره میگه تو اون بانک پوله، پول فروش نفت. خب ادامه صحبت رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس. بعد از آن، یعنی بعد از اینکه بانک بابک زنجانی نامه میده که بله پول داریم همینجاست، ایشان یعنی بابک زنجانی جهت تضمین اقدامات و انجام تعهدات از طرف تأمین اجتماعی 4 فقره چک به همین میزان، یعنی 4 میلیارد یورو به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد دریافت میکند که اگر انجام شد، کار انجام شد، آن را برگرداند. بعد از این موضوع تحریم ها مطرح شد و مشخص شد امکان دستیابی به این پول وجود ندارد. تفاهم نامه به هم خورد. از طرف دیگر با توجه به اینکه چک ها در اختیار بابک زنجانی قرار دارد، همچنان او این مبلغ را باید برگرداند. اظهار کرده است که 2 فقره از این چک ها که 2 میلیارد یورو می شود در اختیار وزارت نفت است از بابت ضمانت بازپرداخت بدهی اش به وزارت نفت. یعنی چی؟ یعنی اضافه بر 138 شرکت سازمان تأمین اجتماعی که تو اون تفاهم نامه واگذار شده بود، 4 میلیارد یورو هم از این سازمان از پول بیمه 35 میلیون مردم بدبختی که عضو بشن و آقای مرتضوی داده به ایشون، 4 میلیارد یورو گرفته
دو میلیاردش رو داده بابت بدهیش به شرکت نفت. از تامین اجتماعی گرفته داده به وزارت نفت. تا همین مرحله هم هنوز کاری به مرتضوی کسی نداره. تا دولت عوض میشه، کمیته تحقیق و تفحص مجلس میبینه که ای بابا کلی رشوه داده خود جناب مرتضوی به کیا؟ به نماینده های مجلس. گزارش مجلس میگه 37 نماینده هدیه های 500 میلیون تومانی از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گرفتن، یعنی از مرتضوی. مرتضوی پاتک میزنه میگه همه تون گرفتین، حداقل 150 تاتون گرفتین، نه یک بار، چند بار. فقط هم نماینده های مجلس نگرفتن، دیگران هم مکرر گرفتن. 21/5/92 یعنی روزهای پایانی دولت احمدی نژاد، هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی 6 میلیارد تومان پاداش برای مدیران دولت احمدی نژاد تصویب میکنه و طرح میشه که این مصوبه بعد از پرداخت شده های سال 91 و 6 ماه اول 92 ها، این اضافه است، 500 میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای محمد رضا رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری، 1 میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1 میلیارد به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور، بعد 250 میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به متولی حسینیه شهید مطهری در استان یزد و غیر. بعد همزمان با این بچاپ‌های دولت، رقبا یعنی لاریجانی ها پاپیش میذارن که از این نمد کلاهی بدوزن و خب در جنگ قدرت مسئله اقتصادی غیر از قدرت مطرح است. خب میان بی احتیاطی میکنن، فاضل لاریجانی برادر کوچکه میفته جلو، مرتضوی فاضل لاریجانی رو در واقع به تله میندازه تا مثلا زد و بند و بانبازی لاریجانی ها رو هر ستاشون رو مستند کنه بده به احمدی نژاد و داستانی که تو مجلس شد، حالا فیلمش یه تیکه کوتاهش رو میبینیم. فاضل لاریجانی به مرتضوی میگه که به بابک زنجانی بگو مای 15,000 دلار به من، یعنی به فاضل لاریجانی بده تا من کاراشو راه بندازم تو قوه قضاییه که داداشم رئیسشه و تو مجلس هم که اون یکی داداشم رئیسه. $15,000 ها. مایی $15,000 بده و وقت من بگم شما ساعتی میخواید روش کار کنید یا مشکلاتش حل میکنه؟ شما از کنم دیگه با هم حق میذارم باش، یعنی مثلا ببینید علال قاده یه دفتری با دفترم بذاره، من دیگه دفتر دیگه نرم، هفته یه بار باش ملاقات داشته باشه تو همون دفتر، یه دفترم تو تهران باشه بیشت و مثلا سطح من بکنم و من شده زرم یه چیز رد کنی بیدارم انتشارات چی مرکز ترجمه او پس بیتن دفتر بخره شما تابلوش میزنه مرکز نشه. خیلی عالی، خب درست، ولی کاراشو من میگم از همونجا پیگیری میکنم، یعنی بنده هفته 3-4 روز یا بیشتر وقت میزنم برش، کارهای دیگه میزنم خود دانشگاه خب با مرکولی بره حل میکنم دوبارش میرد قوه قضاییه رو دنبالش میرم، داشتم اونجاست، مجلس هم که ارتباط با مجلس و نماینده ها و اینا. برادر رئیس قوه قضاییه، آقای رئیس قوه قضاییه و هیچ کس دیگه هم نمیپرسن که این حرفای داداش کوچیکه که به قول خودتون مصداق روشن افساد فلعرض است چه نتیجه ای داد؟ فاش شدن اینا کجای قبایل لاریجانی ها رو گرفت؟
بازرسی کل کشورهای پور محمدی و دیگران مگه میپرسن؟ همون داستان قدیمی چاقوه که دستشو نمیبره، دستشو نمیبره، سه تا واقعا دستشو نمیبره. سه تا داداش تو حساس ترین شغلان، ریاست مجلس، ریاست قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه قضاییه، اونی که آقا جواد، من جواد لاریجانی، فاضل هم میخواسته حالا یه آب باریکه ای مایی 15000 دلاری که چیزی نیست جور کنه که از باند رقیب یعنی احمدی نژاد و دستیاراش از جمله مرتضوی رو دست میخوره. روزی که احمدی نژاد میخواد بره سفر خارج، میخواد بره مصر، یکی از لاریجانی ها که از همشون قدرتمندتره، یعنی همون شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضا، حکم میده که سعید مرتضوی رو بگیرن. خیلی برخورنده است این داستان دیگه، به هر حال باید جوری خفه بکنن قضیه رو. آقای سعید مرتضوی رو صبح میگیرن، احمدی نژاد زور داره میره سفر، تو همون فرودگاه واکنش نشون میده. بله من اینو شنیدم، متاسفانه نمیدونم چه جوری است، کسی دیگری تخلف کرده، کسی دیگری دستگیر میشه و این کار بسیار زشته. قوه قضاییه باید قوه قضاییه ملت باشه، قوه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست، که یک کسی تخلف کرده، فردی هم مطلع شده اومده یک تخلف رو اعلان کرده، به جایی که متخلف رو دنبال کنن میرن فردی که تخلف رو اعلان کرده باش برخورد میکنه. این بسیار زشته برای ملت ما، جمهوری اسلامی شایسته نیست، برای قوه قضاییه هم شایسته نیست و من برگردم این مسئله رو به طور جدی دنبال خواهم کرد. اینجوری دفاع میکنه از آدباش، ولی اصلا نشد که برگرده. این قضیه دنبال شد از طریق رئیس آقای احمدی نژاد، حالا خواهم گفت. میگه یک کسی تخلف کرده، یک کسی هم مطلع شده اومده اعلام کرده، همینجوری دستگاه شنود و نمیدونم دستگاه ضبط و این داستان و فیلم برداری و این قضایی هم اصلا نبوده، فایل درست کردن. به شماها چه هستن؟ وظیفه دولت، پاکترین دولت دنیا. ببینین مرتضوی که این ماجرای فیلم گرفتن مخفیانه از فاضل لاریجانی رو طراحی و اجرا میکنه با اجازه رئیسش احمدی نژاد، کارشو خیلی خوب بلده. با مجتبی خامنه ای همون 17 و 18 تیر 88 صحبت میکنه تو ماجرای کهریزک، حرفای مجتبی خامنه ای رو ضبط میکنه. حالا چند نسخش کرده معلوم نیست. جمعه پیشم گفتم که دلیل علنی نشدن دادگاه مرتضوی همین نوار بود که مرتضوی همون روز دادگاه داد به قاضی، یه روز قبل از شروع دادگاه میان به خبرنگارا و شهود و شاکی‌ها اعلام میکنن برگردین دادگاه غیر علنی، بی خود اومدین. یه روز قبلش، بعد از اعلام حکم دادگاه مرتضوی 28 مرداد 94 که اعلام شد مرتضوی از اتهامات مربوطه به در پرونده کهریزک تبرئه شده و برای 6 ماه دوره سرپرستی غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی فقط باید اون 6 ماه حقوقشو پس بده و 6 ماه هم بره زندان، یک استاد دانشگاه دکتر تیمور سهرابی که به نظر میاد در جلسات خصوصی رئیس قوه قضاییه حضور داشته، نامه‌ای می‌نویسه به رئیس قوه قضاییه، به صادق لاریجانی، که سعی می‌کنم عیناً براتون بخونم سریع. جناب آقای صادق لاریجانی، حکم آقای سعید مرتضوی چنان رعشه‌ای بر اندامم انداخت که خود باور نداشتم، نه از آن جهت که چرا ایشان محکوم نشدند، بلکه صحبت‌هایی که جناب عالی در مورد پرونده ایشان در جلسات دوستانه داشتید برایم جای تعجب بود. اگر به خاطر دارید چندین بار اعلام کردید که سعید مرتضوی پرونده سنگینی دارد، چه در مرگ جوانان کهریزک و چه در پرونده هجیم مالی که بیان می‌کردید حداقل 20 سال محکوم خواهد شد. البته تلویحاً هم بیان می‌داشتید که مقام معظم رهبری چندین بار به من تذکر دادند که در پرونده مرتضوی دقت داشته باشید تا حقی از او ضایع نگردد، و زمانی هم که ایشان را یک شب در زندان نگه داشته بودید و پس از اینکه رهبری خواستند او را آزاد نمایند عصبانی شدید، ولی بناچار او را آزاد کردید، و البته گاهی هم انتقادات ظریفی نسبت به رهبری داشتید که از بیت ایشان مانع رسیدگی به پرونده آقای سعید مرتضوی می‌گردند و تأکید دارند که تبرئه شوند. حال سوالم این است که اگر آقای سعید مرتضوی به حق چنین حکمی را گرفتند، چرا و چگونه پرونده برادر حضرت عالی جناب آقای فاضل لاریجانی مختومه گردیده؟ مگر نه این است که آقای سعید مرتضوی در مورد برادر شما حقیقت را گفته است؟ بنابراین باید هر چه زودتر پرونده ایشان به جریان بیفتد، نه تنها پرونده ایشان بلکه شما و جناب آقای علی لاریجانی که نقش اصلی این پرونده را دارید. و اگر ایشان خلاف گفته، یعنی سعید مرتضوی، چرا چنین حکمی صادر گردیده است؟
منتظر پاسخ شما در این موارد هستیم و امیدواریم به عادت مألوف با خط و نشان کشیدن و فرار به جلو از ارائه پاسخ تفره نروید. تیمور سهرابی، استاد دانشگاه. خب بذارین اول به سکه ها بپردازیم، بعد بریم سراغ پرونده دکل ها. هممون میدونیم که شاکلید همه کارا شده رشوه، در ایران البته سال هاست، هر سال هم بدتر میشه، علنی هم هست، قبحش هم ریخته. خب توی همچین وضعی هم هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که وسعش بیشتره رشوه بیشتر میده. در مملکت امام زمان دولت احمدی نژاد فقط توی 3 سال 74,000 سکه بهار آزادی به این اون داده. رقم ها واقعا، بعضی دوستان برام می نویسن که آقا این رقم ها درست نیست، برین بخونین. پول این سکه ها را از جیب کی داده؟ به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس سه‌شنبه 10 شهریور گفت که در دوران وزارت کامران دانشجو وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد 1430 سکه طلا خریداری و به شیوه دوران قاجار توزیع شده است. وزرایی داشتیم که عین دوران قاجار رفتار می‌کردند، سکه های طلا را در سینی می‌ریختند و آن را در مجالس و جشن‌ها جلوی افراد نگه می‌داشتند تا هر کس سکه‌ای بردارد. خبرنگار ازش سوال می‌کنه شما این موارد را پیگیری نکردید؟ جواب میده آنقدر موضوع هست که حساب ندارد. 42 میلیارد تومان تنها در عرض 3 سال سکه طلا خریده بودند و توزیع کرده بودند. 42 میلیارد تومان رقم کمی نیست که در عرض 3 سال 74,000 سکه طلا از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری خریداری شود. سوال: یعنی خود رئیس جمهور شخصا مصوبه را امضا کردند؟ جواب: بله. تعداد تخلفات هم یکی دوتا نیست. کجاست رئیس جمهور محبوب رهبر که این همه اختلاس و حاتم بخشی از سفره مردم رو امضا کرده؟ به حکم رهبر رفته تشخیص مصلحت نظام. و این داستان سکه هام کی علنی میشه؟ وقتی کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد آمد گفت شنیدم حقوق وزرای دولت 11 نسبت به دولت 10 4 برابر شده. حالا آقای مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری روحانی میگه حرف زیادی موقوف، حد داره. خود تو بیا بگو اون 1430 تا سکه‌ای که گرفتی چی کار کردی؟ دوره احمدی نژاد با بودجه دولت فقط تو 3 سال 74,000 سکه طلا میخرن و ایدی میدن. بعد ببینین جنگ قدرت چه میکنه. مهدی هاشمی رفسنجانی هم خب با بودجه خودش 30 تا سکه طلا میبره زندان ایدی بده. من واقعا هیچی دیگه نمیتونم بگم جز اینکه گزارشو بدم. چیزی نیست که 30 تا سکه طلا توش نیم و ربع و گرمی هم تازه هست. از ایشون هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت مربوطه و با حالا یه تعدادی قطعه سکه، هم از ربع سکه و به اصطلاح نیم سکه و اون سکه های گرمی و اینها یه تعدادی حدود 30 تا مثل این که قطعه کش شده بود، حالا از قبل باشون بوده بعدن بردن تو زندان برای چی میخواستن اون بعد. خب حد متوسط رو بگیرین، مثلا نیم سکه، یه خورده بالاتر قیمتشو که بتونیم سریع جمع بزنیم، یعنی هر سکه رو بگیریم 500,000 تومان حد متوسط. 30 تا 500,000 تومان میشه 15 میلیون تومان، چیزی نیست که. حقوق یه ماه 15 تا معلمه، مثل پول خورد ته جیبش بوده برده با خودش تو زندان. دمه درم گفته که من این ساعتو دارم، این کیف لباسامه، همرامه، ثبت میکنن دیگه، اینقدر پول خورد تو جیبم دارم. وکیلش میگه آقای علیزاده طباطبایی، زمانی که مهدی هاشمی را به زندان تحویل دادیم مقداری پول و تعدادی سکه گرمی همراهش بود که تمامی آنها صورت جلسه شد و زمانی که دلیل حمل آن را از مهدی جویا شدند گفت که میخواهم در اعیاد تحت عنوان عیدی به دیگران بدهم.
خب این که دیگه اینقدر شلوغ کردن نداره. فقط یکی از کارهایی که کرد دولت امام زمان محبوب رهبر، یکی از کاراش تلاش برای حراج بزرگترین صندوق مالی دولت سازمان تأمین اجتماعی است، ماجرای مرتضوی و بابک سنجانی و اینها. یکی دیگه از این کاره که تازگی ها علنی شده، ماجرای این دکلای گم شده است. یک دکلی میاد خریداری میشه به مبلغ حدود 88 میلیون دلار توسط یک شرکت به نام تأسیسات دریایی. این شرکت یه مقدارش متعلق به صندوق‌های بازنشستگی نفت، بقیه‌اش هم به تعاونی فکر کنم بازنشستگان ناجا و یک کمی هم پرسنل سهم داره. این دکل مبلغ 88 میلیون دلار یه شرکتی خریداری میشه که حدوداً 20 روز قبل از اون ثبت شده بوده. یعنی اصلا ثبت شده بوده 20 روز عمرش می‌گذشت. چند روز قبل از خرید این دکلم توسط شرکت تأسیسات دریایی، خود اون شرکت میره از یه شرکت دیگه ای آرژانتینی یه دکلی میخره، همین دکل رو میخره مبلغ 66 میلیون دلار. بعد میفروشه به اینا 88 میلیون دلار. بذارین این صحبت آقای زنگنه رو من توضیح بدم، بعد بقیه‌اشو گوش بدیم. شرکت فروشنده‌ای که آقای زنگنه میگه 20 روز قبل از این معامله ثبت شده بود و با تأسیسات دریایی ایران قرارداد داشته، شرکت واسطه در واقع کاغذی رو کاغذ به اسم دین که به نام یه جوون اردنی به اسم عمر کامل آل سواده ثبت شده که ایشون هم دست راست مراد شیرانی است که آقا مراد شیرانی 8 سال مشاور عالی مدیر عامل شرکت تأسیسات دریایی بوده و هم مشاور حقوقی رضا مصطفوی طباطبایی، یکی از واسطه های دلال اون دکل گم شده. این عکس آقای عمر کامل آل سواد است. خب حالا بقیه صحبت آقای بیژن زنگنه رو بشنویم برگردیم. همان روز خریدم بدون اینکه دکل تحویل گرفته بشه، اینجور که اسنادی هست که به ما میدن، اون مدیریت شرکت تأسیسات دریایی سند تحویل دکل رو امضا میکنه ولی دکلی تحویل نمیشه. بعد شروع میشه پول پیش پرداخت داده میشه 20% اول. بعد از یه مدتی اون شرکت صاحب دکل میاد قرارداد رو فسخ میکنه، چون پول بهش داده نمیشه از طرف این شرکتی که تأسیسات دریایی باش قرار دادن، ولی همچنان تا 88 میلیون دلار پول رو به اون میدن. شرکتی که این رو میخره که با تأسیسات دریایی قرار داد داره، تمام پول رو بهش داده میشه بدون که دکلی تحویل بشه. اونم که کسی هم که دکل مالکش بوده دکلش رو برمیداره و میره پی کارش. تمام شد. این در واقع 88 میلیون دلار بابت یه دکل پول پرداخت شده، هیچ دکلی تحویل نیست. اونی هم که بعدن پولا رو گرفته اصلا در زمانی که چیزی هیچ وقت مالک دکل نبوده، یعنی دکل از کسی خریده شده که مالکش نبوده. دو روز سه روز قبل رفتن دکل رو با یه قیمت بیشتری بسیار بیشتر از اون که اون خریده خریدن، پولا معلوم نیست کجا رفته. بعدم بدترین چیز، چرا دکل تحویل گرفتین بعد که اصلا دکلی در اختیار نبوده؟ چرا رسید تحویل گرفتن دکل رو امضا کردین؟ چرا پرداختای بعدی رو کردید به اینها؟ خب همون 20% اولو داده بودید یا 25% اول متوقف می‌کردین کار رو؟ چرا بقیه پرداختا رو انجام دادی زمانی که اصلا قرارداد فسخ شده بوده، اصلا مالکیتی وجود نداشته؟ خیلی سوال برانگیزه و پرونده دیگه هم هست، اونم باید دنبال بکنیم. تو همین باز موضوع خرید دکل از چین هست، اونم تعداد زیادی 20 تا دکل رفتن، 30 تا دکل رفتن قرارداد بستن دریایی و خشکی، اونم خودش مشکلاتی داره. اما خب باید کامل کنیم، استیفای حقوق کشور بشه. کجا استیفای حقوق کشور بشه؟ چجوری بشه؟ چی سوال برانگیزه؟ ببینید خیلی این روزها مطبوعات به ویژه در ایران از جناح‌های مختلف در این باره می‌نویسن و به نوشته خودشون سعی می‌کنن آدرس عوضی بدن، نمی‌دونم گیج بکنن، فلان بکنن، ولی من سعی می‌کنم که فقط اون تیکه‌های لخمشو در واقع در بیارم خدمتتون عرض بکنم که خواهیم دید که سوال برانگیز نیست قضیه. ما همینجوری هی داریم، ما منظورم آقای بیژن زنگنه که انصافاً هم داره کار میکنه در این قضیه، ناگزیر در همون چارچوب داره کار میکنه و ناگزیر باید کش بده این قضیه رو انگار مثل بقیه.
کدوم اعضای دولت الان استیفای حقوق کشور رو کردین؟ زنگنه میگه حدود 30 دکل یک قلمش که همین 88 میلیون دلار یا 87 میلیون دلار بوده و خورده شده، این از کجا خریده شده؟ پولش از کجا آوردن؟ اینا روشنه که دارم عرض میکنم خدمتتون، پولش از محل اعتباری که برای پارس جنوبی قرار بوده هزینه بشه. کی هماهنگ کرده؟ وزارت نفت که سهامدار اصلی شرکت تأسیسات دریاییه. حسین دهدشتی نماینده مجلس میگه تخلف در شرکت تأسیسات دریایی بسیار گسترده است که یکی از آنها تخلف در قراردادها است و دکل‌ها زیر مجموعه این قراردادها میشوند. البته تخلفات دیگری هم وجود دارد که میتوان به تأسیس شرکت‌های سوری زیر مجموعه شرکت تأسیسات دریایی اشاره کرد. همینجور شرکت رو ثبت کردن برای همین کارا. اون شرکت که میگه آقای زنگنه همون شرکت دینه که سوری. به نوشته روزنامه شرق دهدشتی میگه از حقوق 90 هزار دلاری گرفته تا پاداش 6 میلیون درهمی، ماجرای تفحص از تأسیسات دریایی صرفا به سالهای دولت احمدی نژاد محدود نمی شود و نکاتی غیر شفاف در سالهای متمادی فعالیت این سازمان مشاهده شده، هرچند اوج انحراف ها در همون 8 سال حضور دولتهای نهم و دهم صورت گرفته است. ببینید شرکت مهندسی ساخت تأسیسات دریایی ایران سال 1372 تشکیل میشه و الان هم اینجوری که آمار میدن نزدیک به 70% از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه های در دست اجرای پارس جنوبی رو دست همین شرکت تأسیسات دریایی. سال 72 زمان دولت هاشمی رفسنجانی این شرکت تأسیس میشه، مدیر عاملش میشه آقای مهدی هاشمی رفسنجانی. چند سالش اون موقع؟ 24 سالشه. تا 29 سالگی یعنی 5 سال مدیر عامل تأسیسات دریایی، بعدم میشه رئیس هیئت مدیرش، یعنی یک سال از دوره‌ای که آقای زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود. مهدی هاشمی رئیس سازمان تأسیسات دریایی، بعد از یک سال هم تو همون دولت و وزارت نفتی آقای زنگنه میشه رئیس هیئت مدیره سازمان تأسیسات دریایی. بعد اون قرارداده با توتال و کرسنت و فاش شدن رشوه‌ها و پورسانت‌های عجیب غریب و اینها که موضوع بحث امشبمون نیست. حالا امروز رفتن تحقیق و تفحص از سازمان تأسیسات دریایی رو از اول، یعنی از سال 72 میگن میخوایم شروع بکنیم یا کردیم، چه میدونم. خب این تفحصی که اینا در یک سال میخوان مثلا انجام بدن جوابش هنوز نمیاد. این تفحص که از سال 72 ممکن تا زمان ظهور امام زمان هم جواب ندن واقعا. منتها یه چیزای روشن، آنچه روشن است این است که این حدود 30 دکلی که به عنوان یک جنس تخلف در تأسیسات دریایی الان مطرحه در طول تمام این سالها اتفاق افتاده، نه فقط دوره احمدی نژاد، حالا اون موقع شدیدتر بوده. حالا این دکل 88 یا 87 میلیون دلاری رو کی دزدیده؟ یه قلمش، یکیشون به اسم مراد شیرانی اشاره کردم که یک شنبه گذشته گفتن گرفتیم انداختیمش زندان. نادر قاضی پور نماینده مجلس میگه آقای شیرانی کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری اهواز بوده و علت اخراج ایشان ارائه فاکتوری سوری و جعلی جهت خرید 10 دستگاه مخزن اسید از کارخانه مخزن سازی عراق برای شرکت ملی حفاری اهواز بوده است. آقای شیرانی در این حال حدود 8 سال مشاور عالی مدیر عامل شرکت تأسیسات دریایی بودند و دستور پرداخت کلیه وجوه دکل گم شده به شرکت دین را ایشان شخصا صادر کردند. متاسفانه طبق اخبار واصله رسید دریافت و تحویل دکل هم به طرف خارجی داده شد، اون که آقای زنگنه اشاره کرد، فلذا احتمالاً از طریق دادگاه و مراجع بین المللی نیز قادر به استرداد وجوه و یا تحویل گرفتن دکل نیستیم. استیفای حقوق که میگم چجوری اصلا؟ آقای عمر کامل آل سواده مدیر عامل شرکت دین است که چندین بار به دعوت آقای شیرانی و به صورت محرمانه به ایران آمده و مهمان ویژه و خصوصی آقای شیرانی بوده است. ایشان اردنی الاصل است و درست قبل از معامله دکل شرکت سوری دین را گویا در انگلستان تأسیس و ثبت می‌کند که آقای زنگنه اشاره کرد. آقای عمر کامل آل سواده سالها مشاور حقوقی آقای شیرانی در شرکت‌های خارجی ایشان بوده است. آقای شیرانی که چی؟ مشاور عالی مدیر عامل شرکت تأسیسات دریایی. بعد دو تا دلال آمریکایی و هلندی میگه که گویا مقدمات حمله در کل و کشور مکزیک فراهم میکنن، بعد جایی که نمیدونم فلان. حالا ببینید برخلاف نظر این نماینده
که عرض کردم آقای قاضی پور، یه چند تا سند هست که چاپ شده است که نشون میده که شرکت دین متعلق است به رضا مصطفی طباطبایی که دارین میبینین، که ایشون از دوره محمد خاتمی و وزارت زنگنه در همون زمان کارش رو با تأسیسات دریایی شروع کرده و بعد با مراد شیرانی شرکتی به اسم سپنتا اینترنشنال رو میزنن 50-50 که داراییش بین 60 تا 72 میلیون دلار گفته شده در ایران. رضا مصطفی فراهانی آمد 3 روز پیش با روزنامه شرق مصاحبه کرد و گفت، بذاریم من همینجا بگم که متاسفانه عکسای رضا مصطفی فراهانی همینا فقط در فضای مجازی منتشر شده و ما متاسفیم که فقط این عکساره، یعنی با این به هر حال شکل و شمایل منتشر فقط داریم میکنیم، چون عکسای دیگه ای نداریم ازش. رضا مصطفی فراهانی آمد در خارج از کشور، آمد مصاحبه کرد با شرق، مصاحبه تلفنی، و گفت که اصلا شرکت دین متعلق به من نیست، علی‌رغم این اسنادی که منتشر شده و خبرگزاری سپاه منتشر کرده و خبرگزاری فارس، و ایشون میگه که اینا جعلیه این اسناد. به هر حال میگه این شرکت مال عمر کامل آل سواده اردنیه، ولی تو همون مصاحبه گفت که عمر کامل مشاور حقوقی من یعنی رضا مصطفی فراهانی است. رضا طباطبایی به شرق میگه که من اولین بار در دولت اصلاحات و دوره وزارت قبلی آقای زنگنه کار خود را شروع کردم. در آن زمان بیش از 15 قرارداد را بین شرکت‌های چینی و سنگاپوری و اروپایی با شرکت‌های مختلف ایرانی هماهنگ کردم. ببینید توجه کنین، از اون موقع میگه اما یعنی چی؟ یعنی تحریمایی که میگن ما رو فلج کرده بود و نمیتونستیم پول به موقع جابجا کنیم و خیلی از این ماجراها به دلیل این محدودیت‌های تحریم بوده است و مرگ بر فلان و مرگ بر این، تحریمای بانکی که پول نتونسته جمهوری اسلامی جابجا کنه از سال 2012 شروع شده، از 3 سال پیش. تأسیسات دریایی سال 72 شروع به کار میکنه، دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، و از دوره اول خاتمی طباطبایی با تأسیسات دریایی کار میکنه، کار دلالی دکل. بعد تو دوره اول احمدی نژاد مراد شیرانی میاد میشه مشاور ارشد مدیر عامل تأسیسات دریایی، شیرانی که شریک طباطباییه تو سپنتا اینترنشنال که گفتم یک شنبه پیش شیرانی رو گرفتن، الان زندانه، طباطبایی که خارج. یعنی این روند در دوره رفسنجانی شروع میشه، همینطور ادامه داشته تا امروز، یعنی ربطی به تحریم و الزام نداره. رضا طباطبایی میگه دکل را به سفارش شیرانی که مشاور مدیر کل تأسیسات بود من به واسطه یک هلندی پیدا کردم و حق دلالیم هم گرفتم، از بعدش هم خبر ندارم. قیمت اصلی دکل 67 میلیون دلار بود. این نکته ای که زنگنه اشاره کرد که قیمت بالاتر از قیمت اصلی دکل، رضا طباطبایی میگه قیمت اصلی دکل 67 میلیون دلار بود و 20 میلیون دلار هم به عنوان کمیسیون در نظر گرفته شده بود، از اینکه یه سوم پول دکل. از این مبلغ 3 میلیون دلار سهم بنده شد و 17 میلیون دلار سهم آقای شیرانی مشاور مدیر کل. بذارید من یه توضیح کوچیک بدم بعداً ادامه بدیم. ببینین شرکت دینو میاد آقایی که دستیار شیرانی مشاور مدیر کله، یعنی اون آقای اردنی مشاور مدیر کله و دستیار مشاور مدیر کل سازمان تأسیسات دریایی بوده، میاد این شرکت دین میشه واسطه. آقای مشاور مدیر کل شرکت تأسیسات دریایی میاد 88 میلیون دلار میریزه به حساب شرکت دین که گفته میشود مال خود اصلا شیرانی و عمر کامل آل سواد است. شیرانی که مشاور مدیر کل 8 سال مشاور مدیر کل سازمان تأسیسات دریایی بود، و این آقای عمر کامل آل سواد در ضمن مشاور حقوقی رضا مصطفی طباطبایی است که مصطفی طباطبایی میگه به من ربطی نداره اصلا قضایا بین اون و شیرانی. خب و بعدم تموم میشه میره، دکلی هم در کار نیست. شرکت دین رضا طباطبایی میگه از ابتدا متعلق به آقای عمر بوده و من هیچ مسئولیتی در این شرکت نداشتم. من فقط قراردادی با آقای عمر داشتم به عنوان اینکه مارکتینگ و فروش را برای شرکت دین انجام بدهم و تمام این قراردادها با هماهنگی نظارت و مدیریت اسبق شرکت در تأسیسات دریایی، یعنی آقای دکتر طاهری
طاهری مطلق و مشاور ایشان یعنی آقای شیرانی انجام شده است. خب شرکت سپنتا در ایران با دارایی عرض کردم 60 تا 72 میلیون دلار مال شیرانی و طباطبایی است 50-50، البته به اسم همسر طباطبایی، اون سهمی که مال طباطبایی است. یعنی شیرانی میگه، خود شیرانی که زندان پسرش آمده مصاحبه کرده، میگه که 80% مال بابامه، 20% مال طباطبایی یا همسر طباطبایی، به اسم همسر طباطبایی. طباطبایی میگه من فعلا بر نمیگردم ایران، چون جالب این تیکه میگه آخرین باری که در ایران حضور پیدا کردم حدود 3 سال قبل پاسپورت من با توطئه ضبط شد. افرادی که با هماهنگی آقای شیرانی این برنامه را اجرا کردند درخواست 10% از سهام مجموعه من را داشتند و شرح همه این اتفاقات به سمع و نظر دستگاه‌های نظارتی رسیده است. رفته گفته به وزارت اطلاعات سازمان بازرسی این داستانو. می‌بینین یعنی باندا اینجوری سهم خواهی میکنن، میرن ممنوع الخروجش، کی ممنوع الخروج میتونه بکنه؟ میرن ممنوع الخروجش میکنن اطلاعاتی ها، بعد میگن 10% سهام شرکتاتو بده به فلان سازمان اطلاعات امام زمان تا ممنوع الخروجی تو رو رفع بکنی. حالا شیرانی که افتاده زندان، همه پول بالا کشیدن رو میندازه گردن مصطفی. مصطفی طباطبایی که مقیم دبیه میگه من اصلا قاطی این قضایا نبودم و شیرانی مقصره. این وسط عمر کامل آل سواده اردنی که همه 88 میلیون دلار به حساب اون ریخته شده، عرض کردم هم به عنوان دستیار مراد شیرانی کار کرده و هم به عنوان مشاور حقوقی مصطفی طباطبایی. مصطفی طباطبایی هم که گفتم شرکت سپنتا اینترنشنال زمانی تأسیس میکنه در شراکت با مراد شیرانی در ایران که مراد شیرانی مشاور عالی مدیر کل شرکت تأسیسات دریایی. خب همه اینا معنی میده دیگه، خودتون میدونین دیگه. و این همه دستور پول فرستادن به شرکت خودشونو دستورشو میدن. شرکت تأسیسات دریایی زیر نظر وزارت نفت و مدیر عاملاش با نظر وزیر نفت منصوب میشن. معمولا هم تو دوره احمدی نژاد این مدیر عامل از حزب الله و بسیج بودن. تو همین دوره که بخشی از این بخور بخورا بود، مدیر عاملش مسعود سلطانپور بود که عضو انصار حزب الله بود، یه دورم دبیر سیاسی انصار حزب الله بود. بعد سال 90 تا 92 مدیر عامل تأسیسات دریایی میشه آقای طاهری مطلق. تا اسفند 92 مراد شیرانی مدت 8 سال مشاور ارشد مدیر عامل تأسیسات دریایی بود، یعنی هم تو دوره سلطانزادی عضو انصار حزب الله و هم تو دوره طاهری مطلق. اینا شبکه هایی هستن که تو دوره احمدی نژاد اینجوری مملکت رو به باد میدن. مرتضوی و زنجانی و حالا این شیرانی و فردا اسامی دیگه هم در میاد، چند تا هم که عرض کردم من خدمتتون. همین آقای شیرانی که حالا میبینین عکسش، بازم من فکر میکنم چرا عکسش کم نشون دادیم، چنان سیبیل وزیر نفت احمدی نژاد رو چرب میکنه که حتی جلو چش همم هیچ پرهیز و حیایی در کار نیست. خب کی میره سراغ میرکاظمی وزیر نفت احمدی نژاد؟ بگه این رشوه رو واسه چی گرفتی؟ که یه قدیم و جدید هم میکنی؟ رولکس. میدونین دیگه اون رشوه دهنده اون شیرانی بود که داشت به وزیر نفت رشوه میداد. حالا در طول برنامه شاید بازم ببینینش. یه نکته کلیدی میگه یکی از نماینده های مجلس و میگذره ولی بسیار اهمیت داره. آقای دهدشتی میگه شبکه رانتی حامی زنجانی و مرتضوی یکیست. سوال من از مسئولان این است که چه افرادی از این همکاری های سود برده اند، چه افراد و نهادهای این دو را با یکدیگر نزدیک کرده اند، و در واقع سوال اصلی تر آن که آنها نه زنجانی و مرتضوی بلکه آن دیگران مخفی چه کسانی هستند. خب روشنه که هم زنجانی تو دوره احمدی نژاد مطرح شد، هم مرتضوی تو دوره احمدی نژاد شد مدیر دولتی، اونم مدیر دولتی بودی که با پول سر و کار داشت، با بزرگترین صندوق مالی دولت، چه اون موقع که رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز بود شد مدیر دولتی تو دوره احمدی نژاد، چه تو سازمان تامین اجتماعی. امیر عباس
سلطانی نماینده مجلس میگه با توجه به تعداد دکل‌ها و تخلفات صورت گرفته در حاشیه معاملات مختلف نمیتوان یک نسخه کلی برای تمام تخلفات پیچید. هر کدام دکل‌های خریداری شده روند خاصی را طی کرده و در هر پرونده تخلفات مختلفی از دیگر پرونده‌ها انجام گرفته. تا اینجا معامله 25 دکل نفتی با تخلفات گسترده روبرو بوده است. بازم از یک نماینده مجلس دیگر، قاضی پور، مسئولان زیرب در وزارت نفت دولت نهم و دهم باید پاسخگو باشند و مسئولان وزارت نفت فعلی نیز به دلیل عدم پیگیری تخلفات گذشته و همچنین جلوگیری نکردن از ادامه اجاره دکل‌های نفتی و تخلفات دیگری که کماکان ادامه دارد پاسخگو باید باشند. همه چیز روشنه واقعا، پیدا کنید پرتغال فروش. آنچه به این دکل‌های مورد بحث مربوط میشه زمان رستم قاسمی و آقای میرکاظمی اتفاق افتاده، ولی طبیعتاً اینا باید آدمای خودشون رو داشته باشن تا کاراشون رو بتونن پیش ببرن، همونطور که احمدی نژاد آدمای خودش رو داشت که اینجوری تمام مملکت رو طلا گرفت. واقعاً رهبر هم آدمای خودش رو و رئیس جمهور محبوب خودش رو داشت که فساد و راندخاری رو یگانه کرد در تمام دولت‌های از مشروطه تا امروز. ببینید، بزنین اشاره بکنم به قبل و بعد دولت احمدی نژاد، چون رهبر جمهوری اسلامی فقط رهبر دوره احمدی نژاد که نبودن، هم قبل از دوره احمدی نژاد و هم امروز تاراج مملکت بوده و ادامه داره که من دارم همین تونتون میگم خدمتون زیر رهبری ایشون. من فقط برای اینکه بگم که چرا اصلی‌ها رو باهاشون کاری ندارن و چگونه است که گفتم چاقو دست خودشون نمیبره، به دو موضوع اشاره میکنم. یکی قبل از دوره احمدی نژاد، یکی بعدش. یعنی یکی دزدی میراث فرهنگی که عمدتا همه وصلش میکنن به دوره احمدی نژاد و مشایی و بقایی و اینها، و بذارین اینو من بگم بعد موضوع بعدی رو خواهم گفت. ببینین، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و از نزدیکان رفسنجانی، برادر زن آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط یک سال رئیس سازمان میراث فرهنگی بود، آخرین سال دولت خاتمی 83 تا 84. حسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی که همکنون در زندان اوین به سر میبرد، جزئیاتی را از فاجعه دزدی در سازمان میراث فرهنگی در چند سال گذشته را از زبان یکی از مسئولان سابق این سازمان بیان کرد. این جزئیات که توسط دخترش آنا رفیعی در فیسبوک منتشر شده به عمق فساد در این سازمان دولتی اشاره دارد. اینی که من دارم میخونم، به وبسایت ملی مذهبی اگه رجوع بکنید تمام این داستان و این نامه و این نقل قول از آقای حسین رفیعی هست. حسین رفیعی میگوید معاون آقای حسین مرعشی در سازمان میراث فرهنگی به 7 سال زندان و 32 میلیارد تومان رد مال محکوم شده است و از سال 83 در زندان است. او 16 قطعه آنتیک منحصر به فرد را از جمله سر سربازان هخامنشی به 700 میلیون تومان فروخته و خانم فرانسوی خریدار آن را به 4 میلیارد تومان فروخته است. او املاک و مستغلاتی به نام همسرش و خیشاوندانش از این پولهای دزدی خریداری کرده است. همسرش طلاق گرفته و اموال را برده. خیشاوندانش هم همینطور. وی امید دارد، یعنی معاون آقای حسین مرعشی در زمان ریاستش بر میراث فرهنگی، وی امید دارد که در انقلاب دیگری آزاد شود. آقای حسین رفیعی میگه که وقتی که عضو شورای فعالان ملی مذهبی تو زندان که باهاش هم بنده، میگه وقتی بهش گفتم که تو که معاون سازمان بودی و حقوق مکفی میگرفتی و زندگی خوبی داشتی، دلیلی برای دزدی وجود نداشت، چرا دزدی کردی؟ گفت موقعی که همه دزدی میکنن چرا من نکنم. او افسوس میخورد که چرا یک کامیون را پر از این اشیا نکرده و فرار نکرده است. این یه نمونه کوچیک از قبل از دولت احمدی نژاد. یک نمونه هم اجازه بدیم بگم از بعد از دولت احمدی نژاد، همین دوره آقای حسن روحانی، دولت ایشون. برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی از یک طرف و فروش اموال دولتی برای عتبات عالیات در عراق و سوریه
از طرف دیگه آقای این سند که داریم میبینیم به امضای آقای جهانگیری معاون اول دکتر روحانی است. به سازمان خصوصی سازی اجازه داده میشود با رعایت قوانین نسبت به فروش و یا واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع بند فلان قانون بودجه سال 92 کل کشور در سقف 2500 میلیارد ریال برای کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات اقدام نماید. امضا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور. 2500 میلیارد ریال 250 میلیارد تومان اموال دولت رو که مال مردمه و جزء سرمایه های ملیه بفروشین، پولشو ذریح بسازین یا گنبد بسازین توی کشور دیگه. ببینین آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نمیتونه امضا بکنه بدون نظر مساعد آقای حسن روحانی رئیس جمهور. منظورم اینه که اینا رو فرد فرد نکنین، حالا در یک ساخت سیستم هست و این افراد دارن توش کار میکنن و بر اساس دستور رئیسشون میان این کار رو میکنن دیگه. چقدر تا حالا این کار رو کردن؟ تو همین 5.5 سال گذشته 15,000 کیلو طلا و نقره. ببینید این رقم ها رو یه خورده دقت بکن. 15,000 کیلو طلا و نقره خالص برای ذریح مسلم ابن عقیل، حبیب ابن مظاهر و ابراهیم مجاب که من مطمئنم هیچ کدومشون رو نمیشناسی، نه معصومن به روایت شیعه و نه امامن. بقیهش هم برای ذریح امام حسین که فقط 15,000 کیلو طلا و نقره خالصش مال ذریح جدید امام حسینه، 6,000 کیلوش مال ذریح حرمین عسکرینه در سامرای عراق که تازه خبر تموم شدن کار گنبدش رو اعلام کردن. ساخت براتون عیناً میخونم خبرو. خب ببینیم این، خب اون سند رو دیدین، من اینو بذارم کنار که اگر در حال نگاه کردن اون سند بودیم من این رقمایی که بنده خوندم یه وقتی وید متوجه نشده باشین برمیگردم بهش. ساخت گنبد حرم امامین عسکرین، حرم امام نقی و امام حسن عسکری. این گنبد با مساحت 1,200 متر مربع بزرگترین گنبد در اعتاب مقدسه محسوب می شود که در آن 25,000 خشت طلا به کار رفته است. شمش طلای 1,000 گرمی تا 166 میلیون تومان. 1,000 کیلو طلا رو هم حساب کنین، 10,000 کیلو نقره رو حساب کنین، تیکه تیکه تمام این 15,000 کیلو طلا و نقره‌ای که گفتم به طور متوسط حساب بکنین، بعد مدام آقای روحانی و معاوناش میان میگن که پول نداریم، شرکت‌های دولتی رو می‌فروشیم، رسماً می‌نویسن، امضا می‌کنن، میدن. شرکت‌های دولتی رو بفروشین که پول این چیزا رو بدیم. بعد از اون بعد می‌مونن حقوق کارکنای دولت رو چجوری بدن؟ یارانه‌ها رو چجوری بدن؟ این چقدر سر صدا کرد دولت روحانی که پول نداریم یارانه‌ها رو بدیم. چیکار می‌کنن؟ میرن 35 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برمی‌دارن. 35 میلیارد دلار معذرت میخوام از صندوق توسعه ملی برمیدارم. 10 شهریور 94 صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی میگه موجودی مصرف نشده صندوق توسعه ملی در حال حاضر 40 میلیارد دلاره ولی دارایی های صندوق نزدیک به 75 میلیارد دلار است. یعنی چی؟ موجودی مصرف نشده 40 میلیارد، یعنی 40 و منهای 75 میلیارد دلار بکنید، 35 میلیارد دلارشو برشته دولت روحانی. و این غیر قانونی، صندوق توسعه ملی همون صندوق ذخیره ارزی است در واقع که مازاد درآمد نفت میره توش. احمدی نژاد خالیش کرد.
22 مهر 92 روحانی اعلام کرد صندوق کاملا خالی است. حالا آمدن دوباره کم کم ذخیره ارز رو جمع کردن تا 75 میلیارد دلار رسوندن. بعد از اون ور خودشون نزدیک نصفشو برمی‌دارن برای پر کردن چاله چوله‌هایی که خودشون می‌کنن. ذریح بساز فلان بکنین. یا قلمشو گفتم خدمتتون دیگه 25 هزار خشت طلا برای فقط یک گنبد. یا 250 میلیارد تومان فقط یه دستور معاون اول روحانی برای کمک به ارتباط عالیات. حالا نشستیم ببینیم پولای بلوکه شده که آزاد میشه میاد ایران با برداشته شدن تحریما به کدوم زخم مردم زده میشه. خب بریم پرده آخر رو ببینیم. هرچند کوتاهه ولی به هر حال آب سردی است بر داغ کردن این 5 دقیقه گذشته. امام صادق سلام الله علیه فرمود بهش 8 در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز می شود. این خیلی مهمه. اگه بهش 8000 تا در داشت، 800 تا در داشت، 3 تا در خیلی مهم نبود. 3/8 بهش ورودیش از قومه. شب و روزگار خوش.